D did this. سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام پشت دم و دستگاه و این فرزاد سلام امروز اپیزود سر هشتاد و پنجم ماست من چند تا چیز اولش بگم اول که این بند خوده که اینجا میشینه ازش فرزاده از فرید و فرهاد و چیزهای دیگه صداش میکنن ولی ایشون فرزاد هستن چی گفته بوده؟ توی اینستاگرام بری زیاد گفتن شما رو فرید صدا میگن که خیلی مناسب بیشتر صحبت کنید بیشتر ازتون حرف بکشیم ولی مثلا اسم شما خیلی متفاوته تو خونه اسم ما تو هم خیلی متفاوته ولی خب نه شما همه درست میگن نه نه به من گفته بودن کارون این دفعه آره کلیش کردم جفت نونا رو ولی میکشن تا مینویسن کارون آره آره یا ایمان بعد یه زی که میگم من امروز واقعا شلوار معمولی پام نمیرفت چون که حالا میگم برای چی دیگه برای شما با لباس تو خونه اومدم آره با لباس تو خونه اومدم آره کار رو در آره شما کار در چی شده بوده؟ به خاطر ماراتونی که دویدم واقعا آفر. زانو از یه حدی بالاتر نمی اومد مثلا خودم رو جا کردم تو این شلوار رو بخوای بدونی بعد یه چیز نکته سوم که بگم کسی که میبینن آقا این ساینه رو ما صافتر از این نمیتونیم بزنیم دیگه همینه با چسب زدیم و توی دیوار کاذبه میخم نمیتونیم بزنیم فعلا همینی که هست صافتر از این نمیشه صافه نه, نه یه... ذره تش پایینه همون موقعی که زدی هم من فهمیدم ولی دیگه, دیگه ما دیگه زور هم لوگوه آره آره یه اینطوری یه ذره اینجا ما تعمیل ش... پرس شونه داشتیم <تصفح> این بهترینش بود آره خلاصه که خواستم من اولین نکته ها رو بگم شما چیز ندارید گوش بکنی نه من بی نکتم چون که ایچی من مخواستم میگم خسته نباشی واقعا فرضت ممکنی او بره چون شا... که مثلا... امشب جایی هستن راه دور هستن <تصفح> را شب ممکن باشه حالا یا اپیزود اولی یا اپیزود دوم بره خورسه گفتم اینم از الان بگم بریم سر اپیزودمون بفرمایید ام... گفتم 185 آقا انسان ها در طول تاریخ همش شمیده. انسان... ها در طول تاریخ مرحبه. آقا به تو ربطی نداره واقعا چه جوری خیلی تازه جلوی کنار هم گوشتی میگی گفت من تو خوش خطرم اشکال نه ولی با پا میدوشه این بهتر میشه آقا انسان ها در طول تاریخ همش دنباله بودن که زندگی آدم راحت تر بکنن ابزار درست کردیم که راحت شکار کنیم بعد خونه ساختیم که کیفیت زندگیمون ذره بهتر بشه از قار و اینا بیایم بیرون از پوست حیونا استفاده کردیم لباس در واقع درست کردیم جلو طبیعت یه ذره تر شدیم سرما نمیکشه دیگه ما رو به خاطر حالا لباسایی که وجود داره تو بعضی جهات ممکن اتفاق بیفته ولی خب به طور کلی دارم میگم ماشین ساختیم راحتتر میتونیم راه طولانی تر رو بریم خلاصی که زندگی ما به صورت زندگی انسان ها به صورت گونه خیلی راحتتر شده و چالش کمتری داره الان مثلا گوش میخوای مثلا میدونم با پول بدی ولی مثلا فرد میری سوپرمارکت یه نیاز نیست بری مثلا تیر کمونا بیفتی دنبال شکار یا مثلا میخوای با یکی صحبت بکنی فرد گوشی رو برمیداری یه اسمس میزنی اون ور دینگ صدا میده اصلا صحبت هم نیاز نیست با یارو بکنی اس آره اس بخواستن دیگه ها هم دیگه کامل نمیگن اس <تصحبت> بعد دیگه مثلا بخوای چه میدونم بری یه شهر دیگه اتوبوس سوار میشی 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت بعدش میرسی دیگه مثلا اسب و شتر و اینا نیاز سوار بشی نمید. تو راه تلفشی. شی گراسه مثلا این که چالش کمتری داره زندگیمون دیگه و حالا من اینم میدونم که کسایی که دارن تو ایران زندگی میکنن 100 درصد با چالش های بیشتری دارن دست و پنجه نرم میکنن تو کسایی که خارج از ایران هستن یا حالا کشور دیگه هستن کشور هم هستن که با از ایرانن ولی خب به طور کلی زندگی آدم های جورایی راحت تر شده چالشش کم تر شده جنس چالش تو فرق داره دیگه دونه. درسته ایران با اینجا آره ولی مثلا ایران با سوریا هم مثلا متفاوت آره دیگه. متفاوته چالش ها بعد متاسفانه همینطور که گفتم همش دنبال این ساده کردن زندگی بودیم تا الان و برامون از بین بردن این مشکلات شده بود یه هدف که حالا بریم بهش برسیم ولی خب به این کمتر فکر کردیم که وجود داشتن مشکلات تو زندگی یه جورایی باعث رشد انسان هم میتونه باشه حالا مشکلات منظورم مثلا مریضی نیست یا مریضی کمکی به انسان نتونه بکنه مثلا همون لحظه ولی خب داشتن یه چالش توی زندگی معمولا آدم رو رو به جلو در واقع هل داده که برمیگردم به همون جمله خیلی کلیشه یه معروف که میگه زغال سنگ زیر فشاری که الماس میشه یا یاس چی میگفت آدم تو محدودیت ستاره, ستاره میشن آره آدم آره آدم حالا من اصلا چرا میخوام این حرفا رو بزنم و چرا دارم اصلا این بحث رو به وجود میارم یه سوالی هم تو اینستاگرام پرسیدم که میرسیم به جواباش شاید خیلی های دیگه هم اصلا که با این مشکلی که من میخوام بگم دست و پنجه نرم میکنن واسه همین گفتم که در صحبت بکنیم امروز که داریم اپیزود ضبط میکنیم گفتم من از از جسمی خیلی الان پاشیدم دومی هم ذهنی هم این مقدار تو نه ذهنی امروز چرا نه اصلا کلا با ادبیات عدبیات جدید امروز ماندی چرا بعد عدبیات هم نه فهمیدی خود از <تصفح> نه با بگو پاشیدم دیگه. نه اون که یادش بخیر میدی کی خیلی ادبیات استفاده میکرد اون ام ایرانیکن سابق که تو رادیو جوان پخش میشد این پاشیدن اصلا یه چیزی بود برای خودشون یه اصطلاحشون بود که به کار میوردن یه شار تو دوز گایز دومین هفته مارتون زندگی دویدم که هنوز یکی از سخت در این کارهایی که تو زندگیم دارم انجام میدم فرزادی بار این کاری کرده میدونه یه 21 کیلومتر بعد بدوی و حالا مهم نیست تو چه بازه زمانی میدوی ولی خب بعد و بدون وقفه اگر که بدوی خیلی سخت میشه خیلی حالا از این پرسن که حالا که چی؟ حالا چرا میدویی؟ میدونی که دویدن برای زانو خیلی بده اینو من خیلی میشتم یکی دیگه میگه که چه میدونی که با دویدن مثلا نمیتونی لاغر بشی اینا مثلا به تو کمکی نمیکنه بعد غذای مناسب بخوری مثلا بعد ورزش دیگه بکنی ارزی دیگه خواستم بگم که من همه اینا رو میدونم خب و به بعضیاش حالا اعتقاد دارم بعضیاش اعتقاد ندارم ولی خب دلیل اصلی که این کارو میکنم اینه که دارم سعی میکنم خودم رو به چالش بکشم حالا چرا من شاید در مورد این یه ذره صحبت کرده باشیم قبلا من دو سه سال پیش خب مقدار قلیونی که میکشیدم زیاد بود فرزاد میتونه شهادت بده اعتیاد خاصی داشتی آره و خب مثلا ما فوتسالی که بازی میکنیم هر بازی چند دقیقه از هفت است مثلا من نصف بازی رو بیشتر نمیتونستم دووم بیارم مثلا بعد دروازه وای, وای میسادم و بعضی موقع از سرفه اصلا دیگه میرفتم بیرون اصلا نبودم تو اون بازی و حالا یه مقدارش به خاطر چاقی بود یه مقدارش فربه به خاطر نمی... چی همیشه میگفتی من فربه فربه یه مقدارش مثلا به خاطر قلیون بود قلیونه ببین مثلا سرفه که من میکردم احساس میکردم زغال داره میاد بادا چیزایی هر برای داشته بود سرطان گرفت آره خب به اون سم داشت میرم نه میرم خیلی من مطمئن بودم شما بزرگال بعد اصلا یه مقداریش مثلا قلیونه بود یه مقداریش آمدگی ذهنی من بود که حالا سعی کردم باش کنار بیام یا حتی یادم مثلا من استرالیایی که بودم خب من زیاد گفتم پدرم زیاد میدونن یه روز صبح به من گفتن که در واقع شبش گفتم فردا صبح مثلا با من بیا یه پنج کیلومتر راحت میریم با هم میدونیم و اینا بعد تو ذهنت این خب پنج کیلومتر چیزی نیست دیگه مثلا مسیر کمی مشکلی نداره به من زیر یک کیلومتر فقط رودم نمیمد بیرون دیگه یعنی زیر یک کیلومتر انقدر حالم بد شده بود دیگه به انواع و اقسام مختلف بدن من داشت میکرد نسبت به این آره مقاوم میکرد نسبت به دویدن و من اینطوری شد که زیر یک کیلومتر راه رفتم برگشتم خونه اصلا نتونستم اون یک کیلومتر ادامه بدم پدر من ادامه تو رو داشتی نه نه زیر یک کیلو فکر کنم مثلا 500 زی... متر مثلا اومدم 500 متر پیاده برگشتم و خب خیلی چیز شد خیلی این دو تا اتفاق تو زندگی من بود که یه ذره خیلی یه تلنگری به من زد که خب این اینطوری نمیشه و درست نیست و خب حالا من برای اینکه بخوام خودم یه جوری به چالش بکشم یه جوری بخوام در واقع سمت و سویی که زندگی من داره میره رو برای اون دوتا اتفاق بتونم عوض بکنم خب شروع کردم حالا آروم دویدن حالا میتونم اسکین شاتوشو بذارم مثلا اولین باری که خودم دویدم فکر کنم فکر کنم مثلا سه سال پیش بود مثلا من یه دونه یک کیلومتر دویدم مثلا توی 25 دقیقه و خب الان که آه. فکر می کنم مثلا تو 25 دقیقه شاید خودام مثلا شاید خدا بکشم مثلا بتونم 5 کیلومتر بودم ولی خب اولش خیلی سخته دیگه اون کروه همیشه اولش خیلی سخته تا آدم بره ولی خب الان به جایی که رسیده که مثلا هفت ماراتون رو میدوام شاید خیلی سرعتم پایین باشه و اینا ولی ازش نمیترسم یعنی میدونم آه. که میتونم این کار انجام بدم از لحاظ ذهنی بهش چیره شدم به قول شبش هم میای تازه در این حد. آره دفعه اول زیاده. آره دفعه اول که من رفتم خیلی بال بود دفعه اول من اینو دویدم اول بگم که این دفعه که دویدم چهار ثانیه دفعه قبل سریع تر بود خیلی چهار ثانیه تونستم آره پیشم ولی رسیدم خونه از بین رفتم تقریبا فکرم یه هیچده ساعتی نبودم توی این دنیا تو حالت اقماسای بیدار می شدم یه زی می خوردم دوره می افتادم دوره بیدار می شدم یه زی می, می خوردم دوره می خوابیدم یه سوال پرسیدم امروز صبح بعد این ماراتونه اه، اه، که پرسیدم که شما خودتون رو به چالش میکشید و چرا مثلا کلا از دوستان پرسیدم تو خودتو جدیدن به چالشی چیزی کشیدی؟ اه... ده جدیدن به اثبات به قول معروف بذارم نه من, خودم سعی میکنم چون تجربه دویدن رو با هم یه جوری داشتیم آره. خیلی حس میکنی تو اون دویدنه بعد دوستان هم چون واضحه میدونی یعنی مثلا دویدنه اولش میگم مثلا یک کیلومتر و نیم شاید 25 دقیقه طول میکشه بعد همینطوری میتونی اضافه بکنی میتونی مثلا میتونی شاید طولانیتر بودویی ولی خب تو زمان کمتر اصلا زمانش مهم نیست ها اینکه تو به یزی مثلا بگی پنج کیلومتر و بری 5 کیلومتر بودویی و برگردی این فقط الان تو هم داری به دویدنه چیز میکنی شما چی جایدن؟ تو که همش تو چالشی نه من حالا دویدن این رو گفتید چالش چالش, چالش. یه چالش داش من یادم بعدم میگن مرافزن. چالش جسمی حالا برای ما همین پامه که دو سال همین رو خواستم از پاره شد تو فوتبال و از اون به بعد هنوز نتونستم مثلا مثل اون موقع قدیما بازی کنم ولی خب هر هفته که حالا الان چند ماه شروع کردم دوباره هر هفته برم وسطش که اصلا نمیشد مثلا تو این بازی دو سال چند بار شد که یه دور مثلا بازی کردم دوباره درد بیرون. بعد مجبور برم بیرون خیلی اصلا از لحاظ روانی خراب میکنه بعد از لحاظ علمی هم ظاهرا اینجوریه که مغز وقتی تو یه جایی از بدنت آسیب دیده و درد, می خیلی حساس تر می 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 درد آره میکنه خیلی حساستر میشه روی سیگنالهایی که نورونای اون ناحیه براش میفرستن یعنی خودت میدونی یه جا وقتی یه بار آسیب یعنی ممکنه مثلاً چون هم اگه حالا اندازه بگیری اگه مثلا دو واحد فشار به اون ناحیه آسیب دیده بیاد مغز بهش خیلی حساس تره تا اینکه دو واحد فشار به یه ناحیه دیگه بیاد برای همین یه جایی ام. که آسیب دیده تو رو درد اونجا حساس تری حتی اگه یه ذره مثلا کش بیاد یا یه حرکت بدی بیشتر درد میگه. آره مغز تو اونو بیشتر چیز میکنه حالا خلاص همین تو این دو سال هنوز میگم هنوز نتونستم مثل قدیم بازی کنم ولی خب هر فشار دیگه مثلا درد میاد ولی خب خوشحالم که هنوز زمین گیر نه، تو تو یه چالشی که اولش بر خودت داشتی بود که با پا چپ شوت بزنی و اولش خب واقعا نمیشد ولی خب الان شده نه، الان که از، یعنی حالا دبیرستان که بازی میکنیم اونجا بچه ها خوب بودن و خیلی با پا چپ میزن من از اون موقع شروع کرده بودم ولی این توفیق اجباری شد آره، توفیق مجبور شدم خیلی بیشتر با پاچپم بازی کنم. یه مدت اصلا فقط با پچاپ بودم. آره دوازم. مجبور بودم. یعنی نه اینکه بخوام میدونم یعنی شرایط طبیعی تو رو مد... به اجبار مجبور شدی که یه چالشی به وجود بیاد آره. واسه از یه چیز دیگه استفاده کنی. آره. ولی حالا چالش گفتی میگن که اه... چالش حالا یادگیری برای خودتون بذارید هیچ وقت اون روند یادگیری زندگیتون رو متوقف نکنید یعنی اینجوری نباشه که ما حالا از مدرسه و دانشگاه که میایم بیرون دیگه اون یادگیریمون فرض کنیم اونجا تمام شده چیزایی که باید بلدی و دیگه بلدی و اونجا به بعد دیگه خلاص دند خلاص میریم و اینا حالا همیشه گفتیم که دنیا تغییر میکنه اینا میگن شما همیشه خودتون مرتب توی روند یادگیری بذارید سعی کنید چیزای جدید یاد بگیرید از مغزتون استفاده کنید و این فراینده رو هیچ وقت متوقف نکنید حالا امروز ایمان فکر حدس میزنم که بیشتر روی مسائل جسمی میخواد تمرکز کنه ولی آره خب هم خیلی مهمه که بهترین چالش اینه که آدم چیزای جدید مرتبیات یاد بگیره ما... نه لزومن هم تو فیلد خودش فیلدهای دیگر هم آره. مثلا یه دستی بزنه برای خودمون هم همینه دیگه مثلا شما یه موضوع که انتخاب میکنیم در موردش نمیدونیم الان دیگه مثلا بعد سر هشتاد و اپیزود واقعا مثلا 90 درصد چیزایی که الان داریم در واقع در موردش صحبت میکنیم و میریم میزی میگی مثلا شاید یه زی خیلی کمی در موردش بدونی موردش می میخونی مثلا سعی میکنی یاد بگیری و بعدش هم دوباره یاد آره شاید ولی خب مثلا مثال, مثال براش پیدا میکنی و اون چالشه هست یعنی اینطوری نیست که هیچ وقت نباشه حالا یه سری از جوابایی که دوستان دادن رو بخونم بفهم. یه سری جالب بگم اول که دم بچه بگم خیلی جواب میدن یعنی مثلا الان بیشتر شده و مثلا تا چند روز بعدش هم جاهای مختلف مثلا جواب میدن بعد اپیزودام که میاد بیرون هم جواب میدن و یه رابطه خیلی باحالی الان به وجود اومده خیلی راحتن فکر میکنم ام. کسایی که میشنون شاید این جو خودمونی است اونام خیلی خودمونی بعضی موقع جواب میدن الفاظ باحالم به کار میبرن و خیلی هم, هم اگه این جبه خراب نشه جبه خودمون <تصفح> چرا؟ توی یوتیوب گفته بودن که آره من خوندم چی؟, چی؟ چی گفته بودن؟ کارون <تصفح> خیلی همه جا تکنیکال و آکادمیک آره. میکنه خیلی مهمه خودمون دیگه بودن آره, آره. من جلزه دیگه میخوام چی گفته بود؟ آره خیلی هم بیاره حکم و عرق و بچه ها دیگه خیلی خودمونش میکنم اولی در واقع یکی از کسایی که گفته بود من اینا رو خلاصه کردم چون بعضی خیلی تکراری بود که برای من جالب بود گفته بودن برای فرار از روزمرگی برای خودشون چالش میزنن روزمرگی هر رو ما در موردش تو چند بار فکر کنم اپیزود رفتی صحبت مانه. کردی این خیلی میتونه کمک بکنه یه گفته بود چالش لذت بخشه مثلا داشتن چالش توی زندگی گفته بودن که خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی نیاز به یه نیروی محرک دارم گفته بودن که دوست دارم با ترس هام روبرو بشم که اینم خب خیلی مهمه مثلا ما فرهاده میخوایم از یه ارتفاع زیادی بتونیم بندازیمش پایین مثلا با یه نخی چیزی چه چیز از ارتفاع میترسه فرهاد و نه فرزاد آره. بعد یه گفته بود نه چون خیلی سخته خیلی ساده بودن آره خیلی <تصفح> آره. بعد یه گفته بود که تو ایران از صبح که بلند میشی همه چیز شالش نیاز به چالش اضافه نیست آره اینو تو را داشتی بایبار را چه همین صحبت میکردی و خب درسته دیگه بیدار آره؟ میشه قیمت بالا پایین میشه یه راننده یو بکنی خودش جالشه. آره واقعا تجربه شخصی آره, تو رانندگی میکردی ایران بله از فردایی که میره بله که هر بله سری رسیدم ایران رانندگی میکردم فقط من بودم و آ یکی منو میبره ایران به من رانندگی یه, یه, یه چیزی داره یعنی اگه اولش ترسیدی و رانندگی نکردی دیگه تا آخر سفرت م... هم نمیشه آخه میدونی ترسه برای من چیه ترس که خب ما تو ایران ماشین نداریم ماشین مثلا فامیل و دوست دو ایناست من آه. نمیخوام برم ماشین یکی دیگر رو بردارم تا نصف جمع کنم آه. بیارم بهشون دو دستی تحویل بدم یه دونه مثلا پیکان مده پنج و هفت مثلا قدیمی خیلی, خیلی, خیلی بد <تصفح> بگیرم بیافتم دو جوردم باش حالا من که مسافر بزنم من خود تا 23 سالگی ایران بودم اونجا هم یاد گرفت بودم اومده بودم اینجا خیلی مثلا رانندگی اینجا برای من خسته کننده و حسل سرور بود ولی سری دوم که رفتم مثلا نیم ساعت اول من مغزم لود نکرده بود که چه جوری اینجا <applause> می‌خوندم میترسیدم و اینا ولی بعد نیم ساعت انگار مثلا کامل برگشتم به تنظیمات کارخونه خیلی راحت دیگه زوک فریزتش پیدا شد لود شد دیگه تازه <applause> شنیده شده که ما که میریم ایران یه حالت سوء استفاده بدتر هم ایران میمونیم یه سری به من گفتن چون آش... گفتن تربیت تو نگه تو درست برم آها چون من همین رفتم ایران خیلی بد مثل جی تی ای ایران جی تی بعد بعضی هم گفته بودن که کلم تو زندگی خودشون مرخوشون چالش دارست که حسلشون سر نره این حسل سر رفتنه مثل که چالش خیلی خودش این چالشیه برای خودش حالا این بذار یه چیز نگه چه هم شد چیزایی دیوونه شدیم ما نمیذاره من حالا داشتم جوابا رو میخوندم یه تعداد زیادی گفته بودن که بخواد اینکه به خودمون اثبات کنیم که میتونیم آره خب اینو هممون باهاش درگیریم خب که یه کاری رو انجام میدی خیلی اپیزود چی؟ ایمپاستر سیندروم آها همین داستان اینه که حالا به ادبیات های مختلف تو جاهای مختلف ما اینو شنیدیم که آقا این دشمنی که ما با خودمون داریم هیچکی با ما نداره حالا مثلا توی کتاب های دینی دبیرستان میگفتن چی دشمن ترین نه میگفتن دشمن ترین دشمن تو همون مثلا نفسی است که در درون توست حالا توی اون تو اون اپیزودایی که چجوری نگه میداری تو مغز چرا اون اپیزودایی که با مینا رفتیم میگفتش که حالا اون خرابکارای ذهنی که ما داریم هم. یه صدای درون منفی داریم که به هر کاری میخواد دست بزنی میخوایم دست بزنیم در واقع جلو اونو میگیره مثلا ایمان میخواد بره بدوه میگه نه مثلا تو 21 کیلومتر نمیتونی بدوی من مثلا شب ترسیده بودم آره من مثلا با این پا میخوام برم همش ذهنم میگه که او الان میری مثلا دوباره مصدوم بیشتر اصلا پاره میشی اینجوری هی... چرا اصلا میخوایم بریم امتحان بدیم میخوایم بریم یه جا اینترویو بدیم این مغزه میگه که نه از تو خیلی بهتر هست آره. یه حالا ایمان من دون اصلا بعد جالب میشه که بررسی کنی این از کجا میاد یعنی ما توی چه محیط هایی بزرگ شدیم که انقدر ذهنمون داره علیه خودمون صحبت میکنه اون جوکش هم بود دیگه یکی بود که میخواست بره از دوستش لوله قلیونو بگیره خوب. بعد تو ذهنش رو که حالا مثلا اگه برم عباس نده چی میشه مثلا خصیص بازی در بیاره بعد دوباره به خودش میگفت نه میده دیگه چرا نده یه لونه قیلی این تو ذهنش هی این دیالوگا رو مرور میکنه بعد میگفت نه مثلا اون مثلا فلان جا فلان چیز به من نداد الان برم نمیده خلاص این انقدر تو ذهنش با خودش حرف میزنه که میره اونجا آیفون میزن عباس برمیداره هنوز هیچی نگفته میگه با, با کستا نمیده یعنی ذهنش انقدر برای خودش داره. شروع کرد تحلیل حالا... کردن و اینا که بازی رو باخت قبل اینکه اصلا شروع شه حالا ما هم خیلی وقتا همینیم حالا هفته بعد برو نگاه کن که چی شده که ما به اینجا رسیم که ذهنمون انقدر مقابله میکنه با ما میدونی توی کیا خیلی فعاله حالا من یه نگاه سطحی بهش کرده بودم توی مثلا کسایی که توی جامعه نمیتونستن جای خودشون رو پیدا کنن مثلا کمدین مثلا مدرسه که میرفتن خیلی مثلا اذیتشون میکردن شاید طرف مثلا باهوشتری نبوده تو ریاضی مثلا مسخرش میکردن و اینا بعد الان که اومده طرف کمدین شده و خیلی خفن شده مثلا فقط برای بوده جوک بگه و توی مدرسه هم چیزی به نام جو گفتن درس نمیدن که میتونه میتونست خودشو نشون بده دیگه الان هم که اومده کمدین شده همش همش فکر میکنه که داره مثلا نقش بازی میکنه و واقعا خوب نیست حالا در میرم خیلی جالبه بهش میگن ایمپاستر سیندروم حالا فقط همین دیگه من برای این گفتم شد چند تا جواب بود راجع این اینکه بابا هزار اینکه برای اینکه به خودمون اثبات کنیم حتی نه به بقیه آره. خو... به خودشون اثبات کنن که میتونن حالا از یه طرف دیگه این جوابام برای من خیلی جالب بود چون که تمام کتگوری هایی که من میشناسم و یه جورایی دربر گرفته بود صحبتایی که کرده بودن چی بود این سندلی سندلی ها. ها. آه نه این اه... حالا سه مدل چالش داریم در واقع پیدا کردن توی زندگی که این سه مدل چالش میتونه به زندگی آدم وارد بشه خب اولش اینه که بدون دخالت خودمون ایزی وارد میشه که مثلا یه حادثه ناگواری مثلا مثل از دست دادن یکی از عزیزامون مثلا شرایط اقتصادی مثلا مثل ایران مثلا بده یا مثلا چه از دست دادن کارمون مثلا اخراج میشی از سر کارت یکی دیگه میاد تو رو اخراج میکنه تو خودت چت توی انتخاب این شرایط چیزی نداشته میشه آره یا مثلا چم 911 اتفاق میفته یه دیوونه دیگه با یه هواپیما یکی دیگه میره توی برج دیگه مثلا یه بدبختی وارد اون جامعه میشه دیگه که حالا ما قبلا چند بار در, این، در مورد این اپیزود هم صحبت کردیم که یه جورایی آره حالا اشتباه باشه این نظر شخصی منه اینه که شاید یه جورایی وظیفه خود آدمه که بره یه راهی پیدا بکنه برای اینکه از این وضعیت بیاد بیرون مثلا منی که مثلا از کارم اخراج شدم باید ببینم که چرا اتفاق افتاد مثلا آیا من آدمی هم که نمیتونم برای کسی دیگه کار بکنم یا مثلا آدمی هم که اون ابزاری که مثلا برای انجام اون کار هست رو ندارم سوادش رو نداشتم یا هر چیزی که هست برم اون رو یاد بگیرم و مثلا نترسم و میگن که توی این نوع چالش بیشتر مثلا هرچی آدم مقاوم تر باشه توی زندگی خیلی میتونه جلوتر بره و این یه جورایی شاید وظیفه خودمونه که نشینیم دست و دست نذاریم و حالا سعی بکنیم به درهای مختلف بزنیم تا بتونیم راه حالا بهتر شدن این شرایط رو پیدا بکنیم و بتونیم یه جورایی عوضش بکنیم آره ما اینجا اینا رو میشینیم اینا رو میگیم نه اینکه خودمون بریم بیافتیم تو این شرایط قطعا با همین حالت با موفقیت از اون شرایط خارج بشیم که آره از بیرون مثلا اون آدمایی که فیل کردن مثلا درسش رو یاد گرفتن که توی اون شرایط در واقع تنها راه خروج اینه که حالا پافشاری کنن و هیچ وقت تسلیم آ... نشن هرچند خب خیلی سخت آره مثلا چه میدونم یه نفر که از کارش اخراج میشه مثلا شاید 50 تا اینترویو بره و اون 50 تا رو واقعا نتونه به خوبی انجام بده از مم. هر کدومش یه چیزی یاد میگیره میاد برمیگرده دوباره این همش چالش دیگه تو برمیگردی نگاه میکنی مثلا من داشتم نگاه میکردم مثلا آقا علی دایی مثلا ها. اینا توی شرایط خیلی بدی مثلا زندگی میکنن زمین خاکی بدونه مثلا کفش و اینا بازی میکردن الان آقای گل جهان مثلا درس عل... علی بود علی دایی ها درس یه شریف درس خوندنی. اصلا علی رضا که دیگه داستانشون میگفت ما اصلا جمع کرد <applause> سه نفر نشست و دفعه انایتی بود و رو یه بند خدایی دیگه و اینا اصلا شروع کردن انایتی که ما دست فروشی میکردم اینا علی رضا که صحبت کرد دیگه اصلا کلا جمع برنامه رو بستن دیگه فکرم ما بعد اون تولید نشد دیگه مثلا زیر پله میخوابیده مثلا شرایط خیلی بعد از یه شهر دیگه اومده بوده مثلا تو پیتزایی میخوابیده و فلان و اینا ولی خب اینطوری نبود که خب من شرایطم بعد شرایط اقتصادی بده و من نمیتونم موفق بشم تلاش کرد مثلا چون استدارشو داشت صد درصد از یه جایی شانس آورده بود استدارشو داشت شاید شرایط فیزیکی شو داشت و تونه سالا چون توی جام جهانی یکی از نمایش خیلی خوبش رو خیلی از مثلا کاره خیلی خوبش رو به نمایش بذاره روش دومش چی بخند بگو چی میگن جمعه بگو نه نمایش خوبی ارائه داری ارائه خوب جمع کردی روش دومش اینه که بعضی رو تو اون شرط قرار میدن مثلا کیا مثلا چه میدونم مربیا دوستان فامیل اینا ام. یه سری هستن که تو رو توی یه چالشی قرار میدن مثلا من برای اینکه بتونم وزنمو کم کنم خودم رو دادم دست کی ام. علی آقا خنجری ام. علی کاری که با من میکنه مثلا رفتن جیمه دیگه خب مثلا من هر دفعه که میرم تقریبا میمیرم یعنی تا یه مثلا توی جلسه 45 دقیقه 800 کالری بسوزونی زیاده مثلا من امروز توی چند دو ساعت مثلا 1900 تا سوزوندم 800 تا 45 دقیقه ذره زیاده و خب مثلا تمام بدن درد میگه و فلان و اینا و من توی ذهن خودم همش دارم میفهم کنم که خب من دیگه مثلا پس فرداری که دیگه 100 درصد نمیتونم برم وقتی اینطوری میشه حتی یه دفعه مثلا به آقای خنجری من یه دونه مسیج زدم گفتم که من واقعا وزم بعد شنبه میخوام هفت ماراتون بودم فلان و اینا سعی نمیتونم بیام ببخشید این چاله بندازیم هفته بعد در این هست که اوسم گفتی دیگه نه آره اینطوری بود که نه آقای خنجری اینجا نقش مربی داره و منو سعی میکنه که منو از اون چالش خودم نذارم از اون چالش دور بشم یعنی منو هی میندازه تو اون چالشه و مطمئن میشه که من دارم این حالا راهی که هست رو میرم و حالا چیزی که خودم فهمیدم الان چهار پنج جلسه ای که رفتم هر دفعه که میری یه, یه ذره بیشتر طول میکشه تا بمیری <applause> میگم مثلا دفعه میکشه. اول تو سی دقیقه اول من تقریبا دیگه فقط تمام اهمه ها رو من اونجا نام بردم همه رو من صدا زدم دیگه مثلا دفعه برش بزن سی و دقیقه شد و مثلا همینطوری هم داره سختتر رو حالا سختتر میشه یه جورایی ولی خب کار اون شخص اینه که من رو توی این حالا چالشی که هستم نگه داره و مثلا من رو راهنمایی بکنه و نظر من از این دور بشم این روش دومی که تو میدی یکی دیگر میاری میگه آقا یه چالش به من بده و من نگه کسی که آره. بیشتر چالش سوم اونی که خودمون خودمون رو به چالش میکشیم خب و... و که مثلا ها یا بطری میاد تو این یا نه چالش ماینکن آها اونا دره بطری در بطری و اینا نه میزدن. نه اون قبلیه دیگه بقیه است که ما رو به چالش میکشن آه. میکنن میفرستن و ما رو به چالش میکشن این اینی که خودمون خودمون رو به چالش میکشیم همونطوری که مثلا اولش گفتم من نمیتونستم بدوم و مثلا نمیتونستم هیچ کار خاصی ها انجام بدم به صورت فیزیکی سعی کردم دونه آره تقریبا فقط میخوردم و مثلا هیچ چیز اه... مفیدی نداشتم برای جامعه اه... و خب سعی کردم خودم رو عوض بکنم توی این چیزی که داشتم حالا تحقیقات شو میکردم یه داستان خیلی بال بود در مورد ژاپن و اه... نحوه ماهیگیریشون مثلا سال مثلا 1000 مثلا 905 و اینا اول که خب های اکثر غذاهاشون غذای قضاهای دریاییه و مثلا به غذای دریایی خیلی حساسن و خب یه جورایی حرفه‌ای ان توی خوردن غذای دریایی و میتونن بفهمن چی خیلی تازه است چیزی مونده است و فلان و و اینا حالا میگفتش که جزیره ژاپن یه جوری جای جغرافیاییش جایی هست که ماهیایی که اینا مثلا بیشتر مصرف میکنن زیاد به جزیره نزدیک نمیشن و همینطوری هم که سیدشون میکردن هی دورتر و دورتر میشدن چون میفهمیدن اینجا بیان میگیرنشون و خب اینا مثلا اولش ماهی رو میگرفتن می آوردن و خب ماهی ها تازه بود اینا مصرف میکردن خوششون میومد هی هرچی که دورتر و دورتر میشد این کشتی ها بزرگتر و بزرگتر میشدن و مثلا شاید چط... سه چهار روز طول میکشید تا ماهیاری که گرفتن دوباره برگردن کوهنه و می کهنه میشد و اینا میفهمیدن و نمیخوردن بعد به این نتیجه رسیدن که خب بیان فریزر بگیرن بذارن توی این اه... تو این کشتی ها که خب ماهیه ذره تازه تر بمونه ولی خب بر, بر که میگشتن میدن که خب مردم باز میفهمن که یه گوشتی که فریز شده با گوشتی که تازه است متفاوته بعد به این نتیجه رسیدن که بیان چیز بکنن یه دونه آکواریوم درست بکنن توی این چیزا یه فیش یا یا آکواریوم درست بکنن توی این کشتی ها که این رو که میگیرن بریزن توی اون فیش ها و موقعی که برمیگردن تازه باشه ولی چون این ماهی ها مثلا به مدت چهار روز آره مثلا همشون ثابت وای میستادن یه جا چون که جایی نداشتن برن و اینا گوشتشون آره گوششون, گوششون آره. اون تازگی رو نداشت آخر اومدن چیکار کردن اومدن یه دونه بچه کوسه انداختن تو اون تنکه با بقیه این ماهی ها چالشو اینا, اینا خوردن. چالش برای اون ماهی ها به وجود آوردن این کوسه مثلا پنج شیش تا اینا رو میخورد سیر میشد ولی اینا به خاطر اینکه اون کوسه اونجا بود همینطوری داشتن وول میخوردن کوسه شار کاره آره, آره. میدونستید این کوسه به اندازه جایی که تو توشه رشد میکنه اون چیزن یه چیز همین ماهی قرمزه نه نه کوسه هم اینطوریه یعنی جایی که تو چه یعنی مثلا اگه تونگه کوچیک بندازی از همون تونگه روش میکنه بندازیش مثلا توی یه دونه این... دریاچه مثلا بزرگتر میشه تو اقیانوس باشه بزرگتر اینو میدی چرا گفتا بگو تو حرفت تموم کن بعد من میگم چرا گفتم بعد حالا چیزی که اتفاقی که افتاد اینا اومدن یه دونه کوسه انداختن و این ماهی ها دیگه اینقدر مثلا داشتن و اینا تازه میموندن برای این بند خدا و هنوزم دارن از این روش استفاده میکنن چیزی که من میشنوم یعنی داشتم میخوندم و اینا اومدن یه چالشی به وجود آوردن برای اون ماهیه که بتونه تر و تازه و زنده بمونه در واقع آدم ها هم برای ماهیگیرا چالش به وجود آره ماهگیره. اونا هم که بردنشون میرفتن عقب تر دیگه حالا هر از گاهی یک کوسه بگیریم بندازیم تو زندگیمون ببینیم که <تصفيق> 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 حالا اینو برای این گفتن که حالا مرتبط هم به بحث ما این برنامه شارک تنک هست اون <applause> احتمالا از همین میاد داستانش حالا برنامه شارک تنک اینه که شما مثلا یه ایده ای داشته باشی بخوای یه شرکت جدید بزنی میری به یه سری آدمی که حالا سرمایه دارن ارائه میدی در ایده اونا ممکنه سرمایه گذاری بکنن یا نکنن حالا داستانیه که میگن چیزی که خوندم اگه اشتباه نکنم راجع کوسه بود اینو توی تونگ بندازی همونجوری کوچیک میمونه مثلا توی یه آکواریوم بزرگتر بذاری انقدر بزرگ میشه توی حالا اقیانوس و دریا هم باشه که خب دیدیم چقدر بزرگ میشه یه لیمیت داره دیگه ایشالله لیمیت داره این داشت میگفتش که شما به اندازه محیطی که توش هستید رشد میکنید خیلی مهمه که چه محیطی رو انتخاب کنی اگه بری مثلا آکواریوم بری مثلا تونگ رو انتخاب کنی خیلی کم رشد میکنی بری آکواریوم رو انتخاب کنی بیشتر رشد میکنی و الاخر و خب این محیط چیه محیط آدمای دورور ما کامفرت زونی که داریم دیگه اون دوستایی یعنی که مثلا ما مرتب باشون در ارتباطیم نمیدونم محیط دانشگاه مدرسه سر کار روی حساب داشت میگفتش که خیلی موثره محیط روی شما خیلی تاثیر میذاره و باعث رشد یا عدم رشد شما حالا آره من این اپیزودی که داریم ب... در واقع ضبط میکنیم یه اپیزود انگیزشی باشه یا هر چیز دیگه ولی خب میدونم که خیلی هستن که حالا فارغ از این جایی که هر جایی که دارن زندگی میکنن که کجا دارن زندگی میکنن نیاز به چالش دارن و ما اینو یادمون نره که فقط نباید زندگی اونو رو به مثلا رفاه ببریم و هر از گاهی این چالش هم به زندگی ما به در واقع درست کردن شخصیتمون کمک میکنه به رشدمون کمک میکنه و هر از گاهی ما باید این چالشه رو تو زندگیمون داشته باشیم حالا هر کسی به نوع خودش برای من الان فیزیکیه شاید سال پیش کارو منو مجبور کرد که مثلا برم دانشگاه و اینا یه فشار مضاعفی گذاشت و منم پیشو عشان. گرفتم <تصفح> <تصفح> نه نه یعنی تو پیشو گرفتی منم خب خودم دوست داشتم و خب این چالشه به من تحمیل شده یه جورایی و بعدش هم فهمیدم که چقدر مهم بود چقدر به رشد من کمک کرد برای هر کسی میتونه توی هر بازه زمانی تو زندگیشون متفاوت باشه اینکه از داشتن این چالش ها نترسیم خب بریم و سعی کنیم که از جلو رومون براشون داریم تو چیزی داری برای ما بگی؟ چقدر شده؟ سی و پنج سی و پنج. خب بگو سری که تا هم بب... من در حالا در مورد یه حالا یه چالش خودم یادم اومد مال پارسال بود که هنوز دانشگاه بودم و رفتم تو لب یکی از استادام چی شده آزمایشگاه تو آزمایشگاه <applause> <applause> و شروع کردم یه پروژه کار کردن و اینا خب کاملا پروژه ساینس و مثلا سلول و بیاری اون برو غذا بش بدی و اینا بود و اصلا حالا رشته من ساینس بود ولی اینطوری تو ام... کار نکرده بودی آره نرفته بودم و خیلی سخت بود اصلا چلنج سختی بود و هر شب میخواستم گیواب کنم که آقا این چه کاریه مثلا ما تا ساعت 9 شب میشینیم تو آزمایشگاه مثلا سلولا رو آنالیز میکنیم اینا ولی آخر مثلا چه ماه بعدش که تموم شد و اینا و خیلی هم با استاد نزدیک شدم استاده اونم خیلی خفه هم نزدیک شدم؟ خیلی دیدم که چقدر این چالشه موقع خوب بود نه چقدر نه زفت الان رانرز های هم زده بالا قشنگ تمام دیگه بیشتر نشون حالا بحث چیز بود استاد و اینا و خب ما مثلا دانشگاه که میریم برای همه اتفاق افتاده که مثلا یه استاد تو ذهنمون همیشه خفن ترین و بهترین و آره کاری نداره آلمانی بود آره مثلا پاک دیگه این انسان از مثلا بهشت اومده مثل مثلا خب. استادی که من باش کار کردم اخبار این هفته در مورد یکی از استادای آمریکا که این بنده خدا پولایی که از دولت آمریکا و حالا اون ایالت میگرفته برای ریسرچش حالا طی ده سال که دور و هزار بوده ایشون این 195000 دلار فقط قسمتیش که میشده 195 هزار دلار تو ده سال این این مقدار رو صرف رفتن به استریپ کلاب و, <applause> و مثلا امار. و بار بار رفتن و نمیدونم مشروب خوردن آره ایشون داشتن <applause> ایشون رو چالش کشیده بودن ببینن میتونن چند تا رو خیلی این داستان آره اسمشون دارین برامون نه نگیر دیگه حالا گناه داره فامیلمون که نیست داکتر دکتر چیکا اصلا نقبا. چیکا باشه دیگه معلومه دیگه <applause> و آره از جای مختلف هم فان گرفته بوده ولی تصمیم گرفته حالا خورد خورد همین این کاری کرده تو ده سال خب بعد از کجا فهمیدن؟ فکر کنم مثلا میدیدن دی... مثلا دیده شده بودی آخه <متحد> فکر کنم 192 آخه 192 پنیزار دولار تو اید. توی تو... استریپ کلاب خرج کنی ببین توی اون نه سنت همه میشناسنه بعد استیمه کردن سالی 20 سالی میچه 1000 مثلا 400-500 تا تو ماهی 1500 دلار تو هر مغازه ای خرج بکنی میشناسنت میشناختن دیگه نه بعدم یه آدیت بوده از سمت چی آها اومدن گفتن این پولا رو کجا از این نه مثلا خوبه یا نه بعد نه, نه، بنده خدای کمی کج رفت کردن مثلا میاد میگن که چون قبض خریدا و اینایی که مثلا انجام دادی پولایی که به این اون دادی و همه بیار ببینیم که چیکار کردی با این پولا فساد او گفته که دادم به خانم کریستینا خلاصه و جورجینا فکر نکنید که استادتون از بهشت اومده چون همه چون به خلوت میرون اون کارو یکی از اون استادا داریم تو ذهنمون خب فکر خودمون از استادای ما یه خبری خوندم خیلی باحال بود و این بود که یه اپل یه آدمی که تو آمریکا دوباره اخبار رو همه آمریکاست که رفته بوده دو چرخ سواری با پسرش و از هم جدا میشن تو اون کوه و قرار میذارن که یه جا دیگه همو ببینن و ایشون چیز حالا سنگ میاد زیر تایرش هر اتفاقی میفته میفته از کوه پایین با دو چرخه. و خب اوه این اوه. ایمپکت خیلی زیاد بوده از اون جایی که داشته دو چرخ سواره میکرده اپل واچ میفهمه اوه. و آره. زنگ میزنه به چی؟ آره بعد تو مثل اینکه تو نمیدونم من کردم خودم یا نه ولی میتونی یه کانتکت بذاری که اوه. سریع سری قبل مثلا به قبل 911 به اون اطلاع میده که اتفاقا پسرش بوده برای پسر یه اسمس میاد که فلانی که تو رو گذاشته رو چیز امرجنسی کانتکتش افتاده ما دیتیک کردیم که افتاده میدونه که آره افتاده چون آره جا به جایی آره دا مختلفی داره, داره دیگه مثلا میتونه برا هارد اتک هم بگیه آره برا هارد اتک هم آره. بعد خلاصه یه دونه لوکیشن هم لو... میفرسته لو... 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 برایش پسرش میرسته تا میرسته آمبولانسی هم آمده بوده به ناین هم گفته بوده آره یه دونه مثل این که میفرسته توی این چیز آخرشون ای اولی بود اولین بار من یه کاربرد، یعنی واقعا یه کار برده نه بیشتر اتفاق افتاده ام. حالا منظورم این مدل کاربرد تنها کاربردی که اپل بگم باشو. چیزو آه. آره توی یه نداره این آره. آه. 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 ایم... آه. 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 چیز آخری که داشتن این ایونت آخری که داشت اپل مثلا اومد چه آیفون 11 و اینا رو معرفی کرد اپل واچ 5 رو معرفی کرد در اینا گفته بود و مثلا چهار نفر که سکته کرده بودند و اپل واچ مثلا آره فرستاده آره. بود و جونشون نجات داده بود و مثلا آورده بودن و اینا باشون صحبت کردن خیلی بال بود این اتفاق خیلی چیز بحالیه خیلی جالبه که این کارو میکنه خب یه خبر هم این هفته اومد یه خانواده که تو هلند پنج نفره نه سال توی خونه خودشون حبس کرده بودن به دور از هم... آره منتظر نمونن که تموم شه دنیا مثلا تموم شه تایم و که تموم شه. بعد. بعد <applause> آره بعد یه مزرعه دور افتاده که هلند بودن بعد جالبیش چیزی که جالب آره بابا رو زندانی آره کرد آره بعد اینکه مامانشون فوت میکنه میبردشون توی مزرعه فکر کنم دیگه یه بابا و چهار تا بچه اون چهار تا بچه دیگه فکر کنم اوورپاورش میکنن کلا دیگه اینا رو یه حالت حبس میکنه دیگه خوب. چون اون تصمیم میگرفته و تو این نه سالم از یه سبزیجات و یه سری دام هم داشتن تو اون مزرعه دام و تویور. آره بعد جالبش اینه که پسر بزرگه اون شخصی بودی که فرار میکنه بعد نه سال و میاد میرسه به اولین باری که اونجا بوده تو اون محلش میشینه با ریش و مثلا کسیف و بو و اینا میشینه یه آبجو میخوره جالب شعنوز. بود مثلا جالب بوده دیگه مثلا بعد نه سال بیای بیرون به که بری دنبال پلیس و فلان <تصفح> و بعد که صاحب بار میگه داری بو میدی تو میگه من اوضاع <اوزانی> اینطوریه <تو دیگه> اینم این خبر بود چه چیز دیگه ای؟ نه دیگه, دیگه. آره. جمع کنیم خیلی مشتاقی که جمع کنیم خیلی خب این بود اسم صد و هشتاد و ما 85. آره بزن پس ما <applause> ما توی تمام فضای مجازی سون خودی توی, توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام بنام نام کس ساکس اونجا برای ما پایم های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ